واکنش بینندگان برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های جام جهانی در روسیه نیز ترکیبی از حمایت از خواست زنان ایرانی برای رفتن به ورزشگاه‌ها و تقویت تیم‌های ورزشی فوتبال از سطح مدارس ابتدایی تا رقابت‌های جهانی بود. در مورد خانوم‌ها البته که رفتن به استادیوم یکی از حق‌های ما هست، مثل همه حق‌های دیگه ما که داره پایمال میشه و رژیم برای تحقیر زن ایرانی داره این کارو میکنه، چون با خودش میگه که اگه من بیام پوان بدم، الان پوانو بدم برای حجاب اجباری، حالا پوانو بدم برای مثلا استادیوم اومدن، فردا هزار دیگه باید به اینا پوان بدم و اینا نیمی از جمعیت این کشور هستن و من با دو برابر دشمن روبرو میشم. یعنی قشنگ آگاهانه و آمیزانه دارم با ما این کارو میکنم. ما هم ایستادیم و هر کاری که بتونیم انجام میدیم تا این رژیم سرنگون بشه و تمام آزادیامونو یه جا به دست بیاریم. من یادم آقای خامنه ای تو سال 9 سلا پیشنهاد داد که بچه ها به جای نمیدونم تیمای اروپایی و این ورا بیان به سلا کالای ایرانی رو تشویق کنن و بخرم از اینجا پیدا. میخوام بگم که آقای خامنه ای همین بردی که الان بچه های ما تو روسیه به دست آوردن، ببینیم در عرض 90 دقیقه این اتفاق افتاد، 95 دقیقه. آقای خامنه ای شما در عرض این 98 تا الان که 20 سال میگذره، آیا دیپلماسی شما تونسته مردم ایران رو در عرض این 95 دقیقه که شاد کرده، دیپلماسی شما تونسته مردم ایران انقدر شاد کنه؟ مگه ببخشید، مگه ما می‌خوایم از استادیوم چیکار کنیم؟ می‌خوایم تیم محبوبمون رو تشویق کنیم؟ مگه چش کنه همه جا که رفت الان زنای ایرانی که توی روسیه هستن، اسلام خطر افتاد، اسلام نابود شد، دینی که با حجاب زن می‌خواد نابود بشه هم بهتره که نابود بشه. همین ما کشورمون دوست داریم، این حس ناسیونالیستی رو هم ما داریم. در مورد فوتبال هم همینه، ما باید فوتبالمون رو بسازیم، فوتبالمون رو باید کسانی بسازن که فوتبالی هستن، مثل کیروش ها، فوتبال تو مدارس، توی باشگاه های معلم، باشگاه های همه مشکل دارن. اسلام از عربستان اومده نه از ایران. بعد الان عربستان زناشون دارن میان تو استادیوم ها، بعد ایرانی ها کاسه داغ‌تر از آش شدن.